غفور وغفار، بدون حد و حساب میبخشه. و این حد و حساب و این واژه که غفران الهی رو ما تعبیر میکنیم، غفران که ربنا، در واقع بی حد و حساب بودن این مغفرت است. مثل رحمان که بی حد و حساب بودن رحمت الله متعال رو در بر داره. در ادیان مختلف، مثلا در مسیحیت، در یهودیت، روزی رو بنان روز غفران میشناسن. روز غفران اون روزی هست که اگر کسی عبادت بکنه، عبادت خاصی رو انجام بده، گناهانش بخشیده میشه. در یهودیت این روز در ماه اول میلادی قرار داره. کاتولیک ها هم، مسیحی هم باز به همین صورت اعتقادات خاصی رو دارن در ارتباط با روز غفران که با اعمال و عبادات معینی انجام میشه. و به همین صورت مذاهب هم برای خودشون در ارتباط با این صفت الهی اعتقاداتی دارن. اعتقادات خیلی از مذاهب منصوب به اسلام این هست که مثلا شما اگر در دهه فاطمیه یا دهه مثلا محرم به دست صورت خود و به سر صورت خودتون بزنید، سینه بزنید، زنجیر بزنید، مثلا در مراسم شرکت بکنید، مغفرت میشید. این هم به تعبیر در واقع همون هست، همون ایام غفران هست، یومی نیز ایام هست. اما اونچه که دین حق و قرآن کریم برای اون میگه، بحث بسیار بحث جای تأمل و تعمق رو داره که ما این موضوع رو به درستی دریابیم و در از عرصه محصور و معدود و محرف ادیان و مذاهب منحرف از حق بیایم. اون چی هست؟ اون این هست که الله متعال ذو مغفره هست. اون هست سایه مغفره. الان که اون سایه مغفره هست، در نتیجه او همیشه هست و در هر جایی هم، در هر وقتی هم بنده خودش رو ندا میده. میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ذو مغفره بودن پروردگار متعال، صاحب مغفرت بودن پروردگار متعال، ما رو به جایی میرسونه، به این نکته میرسونه که بس ارتباط با الله متعال است، رابطه با رب ذوالجلال است، که این رابطه به طور مستمر و دائم. الله متعال حی لا یموت هست، ذوالجلال و الاکرام اول و آخر هست و باقی و پایدار هست. در نتیجه نه خودمون رو محصور در زمان و مکان باید بکنیم و نه مغفرت الهی رو محصور در زمان و مکان بدونیم. در هر موقعیتی بدونیم که الله متعال ذو مغفره است.